بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شما عزیزان و بینندگان برنامه خودتان برنامه لحظه های آسمانی در یکی از دیگر از قسمت های برنامه هستیم در روزهای پر نور و پر فیض و پر برکت رمضان و این بار و این روز در این برنامه مهمان عزیز و گران قدر را با خود دارم جناب استاد فضل حق سلیمانی سلام و عرض ادب استاد خوب هستین بخیر هستین خوش آمدید من در مرز سلام دارم و ادب احترام خدمت شما و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و الله شاکرم از اینکه این فرصت بار دیگر در اختیار بنده قرار گرفت در خدمت شما و بینندگان عزیز باشم و الحمدلله خوبم امیدوارم که شما هم خوب باشید زنده باشید استاد به قول مافانا که میگن شما روزه رو گرفتین یا روزه شما رو گرفتن مردم فعلا هر دو تا هم دیگه گرفتیم ببینیم چه میشه ان شاء الله که روزهای خوب رمضان رو تای کرده باشین و ما بخیر با خوبی و خوشی تای کنیم امید استاد امروز در یک در این برنامه می خیم درباره یک بحث خوبه و بس نه چندان سنگین و نه چندان سبک حرف بزنیم درباره زبان اهمیتش خوبی و ضرر هایی که انسان میتونه از زبان به دست بره و از طریق زبان به انسان برسه البته از دیدگاه های اسلامی اینم بحث و اینم زبان بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بسیار موضوع مهم است موضوع زبان بله و جا دارد که درباره زبان صحبت بشود و در وجود ما زبان نقش بسیار پررنگی دارد درست. و یکی از مهمترین اعضای بدن است که در قرآن کریم هم و در روایات رسول الله صلی الله و علیه و سلم هم توجه خاصی به این نعمت الله متعال شده است در قرآن کریم ذکر شده؟ در قرآن کریم ما داریم که مثلا سوری مارکی الرحمن درست؟ الله متعال متعال الرحمن خلق انسان و بعدش میفهمد علمه هل بیان در همین آیات ابتدای سوره مبارکه الرحمن و علمه بیان این آیه شریفه صحبت از این دارد که بیان یاد داده به انسان با سراحتا تعبیر زبان که در عربی می شود لسان در سوره مبارکه بلد الان می فهمد علم نجعله و عینین آیا من برای انسان دو چشم قرار ندادم ولی لیسانن و زبانی قرار ندادم و شفتین و دو لب که مجموع زبان و دو لب با هم اون بیانی که در سوری مارکه الرحمن ذکر شد درست الله مطال فرمود بیان رو یاد داده به انسان بیان را از طریق زبان و لب بله. سخن گفتن از طریق زبان هست و لب هست درست و این نشان از این دارد که یعنی نعمت زبان نعمت مهمی است در دایم به ما یک نعمت زبان رو برای ما یاد می‌فرماید در کنار چشم دیباند. نعمت چشم و نعمت زبان و لبها و همچنین خود همین باز بیانی که زبان دارد این در دایم اتال به ما یک لطفی و احسانی برای ما ذکر می‌کند که من ادای عظمت به شما لطف کردم که به شما زبانی دادم برای بیان برای سخن گفتن برای ابراز رابطه و برای ایجاد یک رابطه و ابراز محافظ زمیر درست. زبان عضویست از, از بدن که اهمیت فوق ای دارد و این زبان برای ما یک نعمت بسیار بزرگ است و این درست. نعمت است که اندوی مطال در اختیار ما قرار داده و باید این نعمت را درست استفاده بکنیم و این زبان وسیلی است برای ایجاد ارتباط بین ما انسان ها درست. و اگر زبان نمی بود ما به سختی می توانستیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و از نشانه های باز ادای متعال می فهمد قدرت ادای متعال این هست که و من آیاته یکی از نشانه های قدرت ادای متعال خلق و سماوات و خلقات و آسمان ها و زمین است و اختلاف و السینت کم و الوان و اختلاف زبان های شماست و اختلاف رنگ های شماست ادای متعال خود همین اختلاف زبان ها رو باز ما زبان های مختلف داریم خودش باز از به قدرت در رحمت الله است که این زبان چگونه وقتی که میچرخد فارسی صحبت میکند به شکل دیگری میچرخد عربی صحبت میکند به شکل دیگری میچرخد می انگلیسی صحبت میکند شکل دیگری میچرخد و این خودش یک لطافت جالبی دارد و این زبان از کودکی وقتی که تمرین میشود و یاد میگیرد انسان بله. ما همونطوری که سخن گفتن را در یک زبان یاد میگیریم مثلا با فارسی صحبت می‌کنیم فارسی یا عربی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری تمرین می کنیم با کودکانمان با خودمان که درست استفاده بکنیم تلفظ‌ها، کلمات حروف به حال این نیاز به تمرین دارد بله مهمتر از این باید درباره اهمیت این موضوع بفهمیم و بدانیم که این زبان را با آن کلامی که ما با آن بیانی که از آن صادر می شود و خارج می شود در چه اماکنی و چه جاهای استفاده بکنیم که این زبان برای ما در فرهنگ قرآنی و در آیات قرآنی کریم و در فرهنگ دینی الله متعال میفهمد هیچ کلامی از زبان شما خارج نمی شود مگر اینکه ثبت و ضبط می گردد ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید شما هیچ سخنی را به زبان نمی آورید مگر اینکه الله متعال اون را علامتان دارد که آن را ثبت و ضبط میکنند درست ما هر آنچه که میگوییم بلا استثناء همه اینها ثبت و ضبط می شود برای, برای اینکه این, این زبان الله متعال این توانمندی را در اختیار ما قرار داده است و استفاده درست از آن می شود و استفاده نادرست هم از آن می شود و اینجا در ما رو بالاخره بیهوده نه یا فریده است ما برای ده. یک امتحانی برای یک آزمایشی و ابتلای به این دنیا آمده ایم که در ما رو امتحان می کنیم و یکی از موارد مهمی که ما درباره او پرس، از ما پرسیده خواهد شد و حرف حرف ما موضوع زبان است زبان سخنگوی بدن است ما ما زبان سخنگو هستیم مثلا شما الان یک وزارت خانه ای نبراید. یک سخنگوی وقتی که صحبت میکند کند باید تمام کلمات خود را با دقت با انتخاب کلمات مخصوصا در بحث های سیاسی نبراید. کلمات خاص استفاده بکند که هر کدام از این کلمات باز پاسخ دارد شما عنوان نماینده یک مجموعه ای وقتی که صحبتی بکنید حرف شما به حساب همه نوشته می شود بله. و تمام آن مجموعه ای که شما از او نمایندگی می کنید در مقابل صحبت شما مسئولند و پاسخگو هستند ده. و طبعات حرف شما رو باید بپذیرند شما مثلا بگید خب ما به عنوان مثلا وزارت خارجه وزارت داخله ما همچین تصمیم می گرفتیم و این رأی ماست خب شما فردا دیگه نمیتونید این رو عوض بکنید همین خاطر مسئولیت مسئولیت سنگی نیست دارست. شما وقتی که صحبت میکنید بعد در بقال قبال اون پاسخگو باشید از این رو ما در احادیث رسول الله صلی و سلم یک حدیث بسیار سجیبی و دقیق و لطیفی داریم که هر وقت انسان رسول میفهمد وقتی انسان صبح میکند و صبح خود را آغاز میکند تمام اعضای بدن خطاب به زبان میگویند با زبان حالشان میگویند که ای زبان جان محاذب باش چه میگی مواظب باش چه میگی که اگر تو درست شدی حال همه ما خوب است اگر تو خراب شدی و به بی بیراه رفتی ما رو به مصیبت میاندازه جی. دقیقا این همون حکایت سخنگوی یک مجموعه است سخنگو رو باید بفهمانید آقا برادر شما این صحبتی که میکنی خواهر شما این صحبتی که میکنی مواظب باش این 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 وعده رو ندی این موضوعات این موضوعات رو مواظب باش چون تو از خودت که تنها صحبت نمی کنی، تو سخنگوی کل مجموعه هستی زبان درست. سخنگوی بدن هست درست. و در فارسی هم ما داریم که میگن که رسوایی های انسان از سخن پیدا شود پسته بی مغز چون لب کند رسوا شود درست. و برای تعیین سنجش شخصیت یک فرد در عربی ما مقوله داریم که میگن که انسان در زیر زبانش پنهان است و انسان وقتی که سخن میگوید میگن تا مرد سخن نگفته باشد ای و هنرش نهفته باشد انسان وقتی که شروع کرد به سخن گفتن اون موقع مشخص می شود که این آدم چکاره است این آدم چقدر توانمند است زبان بسیار نقش مهمی دارد در تعیین شخصیت انسان حتی درست. و این زبان انسان نماینده شخصیت انسان است زبان انسان نماینده درک و فهم انسان است زبان انسان نشان دهنده فکر و رأی و وجود انسان است ما چطور هم دیگر رو میشناسیم بسیاری رو ما دیدیم بسیار از افراد ما ظاهرش رو میبینیم که به به عجب آدم مرتب و شست و رفته و ترتمیز است همین که شروع میکنه به صحبت کردن چند دقیقه صحبت میکنه از, ز... از چشم ما میفته این فرد تا شخصیت انسان در سخنانش نافذ است به همین است. چرا از چشم ما میفته؟ چون تا این که هنوز همون که میگن تا مرد, تا مرد سخن نگفته باشد، ایب با و هنرش نهفته باشد، همین است. برخلاف این موضوع ما افرادی را میبینیم ظاهرشان بسیار آدم‌های ساده، آدمایی که اصلا فکر میکنیم که از لحاظ سطح اجتماعی در سطح پایینی باشن اما وقتی که شروع میکنه به صحبت کردن در چشم ما هم بالا، بالا بالا نه؟, نه. به همین خاطر مقوله زبان بسیار مهم است و این زبان رو ما در دین مبین اسلام بسیار بسیار روی این تاکید شده است و از اینجاست که رسول الله الله علیه و سلام می‌فرماید که در حدیثی که بسیار حدیث کلیدی است در باب کنترل زبان رسول الله الله علیه و سلام می‌فرماید که من کان یؤمن بالله و الاخر هر کسی ایمان دارد به الله و روز آخرت یعنی این یک مقوله اعتقادی است یعنی شما باید شمایی که معتقد هستید به حساب و کتاب آخرت نرست. شمایی که میدونی یک روزی بعد پاسخگو باشید در برابر تمام اعمالی که انجام میدهید موازه به زبانت باش که این زبان تو را به بلاهای سختی گرفتار نکند حدیث میفهمد که من کن یعمن بالله و الاخر فلیقل خیرن اولیه کسی که ایمان به الله و روز آخرت دارد یا سخن نیکو بگوید یا خاموش بنشیند و این که یعنی شما وقتی حرف میزنید این زبان این نعمت رو در مطال به شما داده است این رو در جایی که باید درست استفاده بکنید درست استفاده بکنید و در روایت دیگری فرمود من سامت نجا کسی که سکوت کند کسی که او خاموشی گزیند در جایی که شر است در برابر شر طبیعتا در همون تکمیل حدیث قبلی که رسول الله فرمود که انسانی که ایمان دارد به آخرت و روز آخرت ایمان دارد به قیامت یا کلام نیک بگوید یا خاموش بنشیند و فرمود من سامت نجا کسی که خاموش بشیند، بنشیند از گفتن شر از وارد شدن در گناهان زبان نجات میابد نجات میابد و هیچ عضوی در بدن خطرناکتر از زبان نیست برای بدن چون حرفی که زبان زد نمیتوان او رو برگرداند خارج شد و رفت و معروف است که سه چیز وقتی رفتن بر نمیگردن یکی حرف است از زبان که خارج شد دیگه رفت دیگه بر نمیگرد این حرف شما حرفی که زدی دیگه تاوان او رو باید پس بده چون نمیتونی برگردانی حرفت رو دوم موضوع زمان هست زمان که از دست رفت بر و سوم میگن اعتماد و کسی که اعتماد دارد به ما اگر اعتماد او از ما سلب شد بین راحتی دیگر به ما اعتماد نخواهد کرد اعتماد اگر رفت رفت زبان درباره زبان در کنترل مقوله زبان ما در روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیادی در این باب شده است که ما زبان خود را کنترل بکنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث عجیبی برای بیان اهمیت این موضوع فرمود که هر کسی برای من دو چیز را زمانت کند من جنت را برای او زمانت میکنم خیلی جالب یعنی رسول الله رسولا... رسول الله رسول الله است دیگه آدم عادی نیست که انسان عادی نیست رسول الله فرمود دو چیز را برای من زمانت کنید من بهشت را برای شما زمانت میکنم دو چیز یکی کسی که ما بین دو لب خود را برای من زمانت کند که زبان است و دوم کسی که ما بین دو پای خود را برای من زمانت کند شرمگاه خود را درست. این دوتا را کسی زمانت کرد رسول الله فهمود من بهش را برای او زمانت میکنم قرار دادن زبان در کنار شرمگاه نشان از چی دارد نشان از اهمیت فوقلاده این عضو بدن زبان دارد یعنی به تعبیر ساده یعنی اینکه ای انسان مسلمان تو از شرمگاه خود چطور محافظت میکنی؟ آیا هر جای او را نشان میدهی به دیگران؟ آیا هر جای او را باز میکنی؟ نخلی. مگر در جایی که اجازه داده شده از شریعت درست است؟ چون مهم است شرمگاه برای هر کسی در کل و کل زمین مهم است بله. هیچ قانونی هیچ فرهنگی در روی زمین نیست هیچ جامعه انسانی رو شما نمیابید که برهنگی را بپذیرد این انسان هایی که بداخل طبیعت خودشون مسخ شده اون بس جدا برهنگی فرهنگ نیست برهنگی اگر برهنگی فرهنگ می بود حیوانات خیلی با فرهنگ تر و یکی این هست یعنی نشان از این دارد که ما دید ما به زبان باید مثل دید ما به شرمگاه باشد یعنی چرا یعنی اینکه چرا زبان خود رو هر جای باز میکنی و هر چه داره تو میخواد میگویی قبل از اینکه باز کنی زبان را ببین آیا اجازه گفتن این حرف را داری یک بررسی بکن ما متاسفانه خیلی وقتها اول حرف میزنیم بعد فکر میکنیم که چی گفتیم در حالی که بعد قبل از اینکه بگوییم حرف بزنیم باید کنترل کنیم و معروف از از او بکر صدیق رضی الله عنه که زبان خود رو بعضی وقتا میگیره میگفت ای زبان ای معاذب باش معذب باش که من رو بدبخت نکنی در, و در نکنی گویا که زبان از وجد است این حکایت یعنی که چرا؟ چون واقعا زبان در فارسی ما داریم میگیم که زبان سرخ سر سبز را دهد بر باد همین زبان است و رسول الله علیه السلام فرمود که در حدیث معروفی یک صحابه رو توصیه میکرد که این کار رو بکنه، این کار در پایان فرمود که آیا به تو بگویم که مهمترین مهمترین ای که به تو توصیه میکنم چیست فرمود که زبان خود را بیرون آورد رسول با زبان گرفت این رو کنترل کن و اون صحابی تحجیب کرد گفت یا رسول الله آیا ما به خاطر آن چیزی که زبان ما میگوید هم محاسبه میشویم رسول الله فرمود که خب ابتدای اسلام بود و شاید صحابه ترجمه میکنن که حرف زدن هم مگر کنتور میاندازد مثل امروزی هم میگن آقا حرف بزن حرف زدن که مالیات نداره حرف زدن که فاتوره نمیاره برای تو فاکتور نمیاندازه در حالی که در حالی که این از هر چیز دیگری بیشتر فاکتور میاندازد و این مالیات دارد مایل فیاد من قول الا لدیه رقیب و نعتی در دو بخاطر تک تک حرفای ما ما رو ماخذه میکند هر کلمات به کلمات اینا و صحابی فرمود که یا رسول الله آی ما به خاطر صحبت باخذه مواخذه میشیم رسول الله فرمود که ذکرت کام مک مادر تو به تو بنشینند آیا غیر از دستاوردهای زبان چیز دیگری انسانها را به دوزخ میاندازد؟ چقدر این جمله سنگین است آیا غیر از آنچه زبان میگوید عمل دیگری انسان را به دوزخ وارد میکند؟ این نشان از این داره که این زبان بسیار مهم است متاسفانه یک نوتیه ای که ما بسیار 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 از آن غافل هستیم اهمیت این عضو است درست ما متاسفانه طوری شده که بعضی وقتها فکر می کنیم زیاد حرف زدن هنر است و در حالی که دو چیز نشان ابلهی است و قاضی سعدی می گوید که دو چیز نشان ابلهی است یکی سخن گفتن به وقت خموشی و دیگری خاموشی به وقت سخن گفتن بیارست. ما باید بدانیم که این سخن زبان خود رو چه جایی باز بکنیم چه جایی سکوت بکنیم نه اینطور نیست که ما همینطور حرف بزنیم حرف بزنیم بعضی فکر میکنن که پر حرفی است و متاسفانه حالا بماند که اون زبانی که فرد شده پرحرفی هم خب از خودش یک حدی داره یک جایی از خودش حرف انسان قرآن خداوند به انسان دو گوش داده است و یک زبان دو تا گوش داریم میشد که یک گوش داشته باشه نه میشد که یکی داشته باشیم چرا دو تا داریم میشد یکی باشه و به این معناست که انسان دو برابر آنچه که می گوید باید بشنود انسان باید بشنود و اینطور نیست که به همون اما ظاهریش هم نگاه بکنیم دو تا گوش یک زبان به این معناست که کار گوش باید دو برابر زبان باشه درست انسان باید بیشتر گوش کنه در جایی که مجبور نیست حرف نزنه اگر حرفی میزنه در مورد رسول الله فرمود اینو یک قاعده یک اصل. باید در نظر بگیریم دو موضوع یکی مقایسه شدن زبان با همگاه و دوم این که استورا بود. یا حرف خیر بزن حرف نیک بزن یا ساکت شو استاد این مقایسه خیلی بر جالب بود و از این مقایسه فهمیده میشه که زبان چیز عادی نیست زبان زبان یک عضوی که ببینید شما سرنوشت زندگی ما را تغییر میدهد زبان در دنیا و آخرت میتواند ما رو متحول بکند بله یک عضوی است که اگر ما از او درست استفاده بکنیم ما رو به جاهایی میرساند که الله میداند فقط و فوایدی دارد برای ما و ضررهایی دارد برای ما احس. و به همین خاطر ما باید بشناسیم که زبان خود را چگونه درست استفاده بکنیم چگونه درست استفاده بکنیم؟ استاد در این سوال دارم باید استاد زبان اگر از لحاظ استفاده و استفاده منفی و مثبت تقسیم کنیم بین درباره باره حرف بزنیم چگونه زبان میتونیم به شکل مثبت استفاده کنیم و زبان استفاده کنیم گفته میتونیم چگونه میشه که به طرف منفی میره کار کنیم منفی نرود نرود اول باید بشناسیم که چه چی چیزی به نفع ماست و چه چی چیزی به ضرر ماست طبیعتا ما در بحث چارچوب دینیش داریم صحبت میکنیم بله. بحث ما به عنوان یک مسلمان از دید دین به زبان نگاه میکنیم کسی که اعتقادی به خدا و پیغمبر را حساب کتاب روز قیامت نداره اون که هر درش میخواد میگه منافع دنیا رو در نظر میگیره هر چیزی که زبان او هر چیزی رو که برای او دنیا را جلب کرد برای او درست است درست است بله. اما ما نه ما قرآن میفهمد چه هر حرفی بزنی نوشته میشود و تک تک این حرفا رو شما باید پاسخ با بدید در همین دنیا وقتی مجرم رو سر صحنه جرم میگیرند اولین چیزی که پلیس به اون میگه میگه هر حرفی که تو بزنی در دادگاه بر علیه تو استفاده خواهد شد اولین جمله‌ای که می به اون میگه یعنی چی هر حرفی که تو بزنی برای تو پرونده نوشته خواهد شد دنیا همین است ما هر حرفی که میزنیم یک روزی بعد در برابر بر این حرفهای خود صادق بودن درست بودن یا غلط بودن اون پاسخ بدهیم تو نیست همینجوری به حرف بزنه حرف بزن حساب کتاب نباشد نه همه اینو ثبت و ضبط میشد فیلم زندگی ما با بالاترین کیفیت از زوایای مختلف صدا و تصویر ضبط و ثبت خواهد شد نه یکی ضبط زبت، ضبط های مختلف و همه اینها رو لیتورا میفرماید که به تو میگذارن جوری ما اقرا کتابک کفا به نفس عليك یوم امروز بیا خودت قاضی خودت باش بسم الله جواب بده اینجا این حرف رو زدی این حرف رو زدی این حرف رو زدی, حرف رو زدی. چرا در بحث سوال شما که فرمودید چطور استفاده بهینه بکنیم ما خاموشی هم هنر نیست درست همون چیزی که سعدی گفتم دو چیز نشان ابلهی است یکی خاموشی به وقت سخن گفتن و دیگر سخن گفتن به وقت خاموشی اینطور نیست که سکوت محض هم هنر باشد بعضی جاها نباید سکوت کرد بعضی جاها خود سکوت جرم است بعضی جاها حرف زدن جرم است شناخت این موضوع مهم است من کجا حرف بزنم آنچه که استفاده او همیشه خوب است همیشه خوب است استفاده زبان در ذکر و یاد الله متعال است درست یکی از مسائلی که متاسفانه ما بسیار از آن غافلیم از این ثروت عظیم به نام زبان اون عبادت هایی است که ما می توانیم با زبان خود کسب کنیم و نمی کنیم متأسف مثلا <تصفح> ذکر کردن درست بسیار ساده است ذکر گفتن سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر و آنچه که برای ما کس میکنند این زبان رو باید کار گرفت بعد استفاده کرد زبان هم تو ساکر در محفل ما بسیاری از محافل ما نشستیم مثلا یک بزرگواری صحبت میکنم نشستیم منتظر هستیم در اتوبوس این طرف آن طرف میریم در تاکسی در هواپی ما منتظریم در فرودگاه این برامار کتاب خان... و و و مسیر رو اصلا میریم در حال را رفتن است اگر انسان مشغول بشه به ذکر تسبیحی به دست داشته باشه باز الان که باز الکترونی هم شده خیلی راحت و انسان استفاده بکنه از این فضا خودمون رو عادت بدیم زبانمون رو عادت بدیم ما میتونیم روزانه هزاران ذکر بگیم که هزاران عبادت برای ما زل بشه درست وقتی که رسول الله فرمود لا حول ولا قوت الا بالله یک از گنج‌های الهی است وقتی فرمود سبحان الله و به حمدی که 300 بار بگوید در روز 100 بار دو دقیقه سه بیشتر نمیشه سبحان الله و به حمدی رو گفتن 100 بارش هیچ کسی روز قیامت عملی بهتر از این انسان ندارد مگر اینکه بیشتر از او گفته باشد اینها بسیار چیزهای ساده است این عبادت اینها استفاده و سرمایه گذاری روی زبان است ما باید از این زبان سرمایه گذاری بکنیم روی این زبان استفاده بکنیم از این زبان برای هدفی که ما خلق شدیم برای قیامتمان برای بله در دنیا هم استفاده بکن. در همین دنیا هم حالا آنچه که خیر است وقتی صحبت بشه خودش چه زبان یک یک وسیله بسیار عظیم برای کسب یک دنیایی از عبادت هاست یکیش ذکر است ذکر های مختلف حالا من تفاصیلش رو میگذارم برای عزیزان درباره برای فواید از کار انواع از کار تلاوت تلاوت قرآن کریم و در تلاوت قرآن کریم رو رسول الله علیه و سلام فرمود که هر کسی الف و لامیم را بخواید من بخواند من نمیگم الف حرفون و لام الف و لامیم یک حرف است بلکه الفش یک حرف است لامش یک حرف است و میشه یک حرف برای هر حرفی ده تا اجر پاداش میگیره یعنی همین الف و لامیم رو کسی بگوید بگه سی تو سی تا پاداش یک صفحه قرآن انسان بخونه چند صد چند هزار پاداش میگیره و این این از ما وقتی نمیگیره خواندن قرآن کریم بعضی از شاید بگن خب من طلبات برات نیستم شاید فرصت ندارم حفظ نیستم سر کار هستم خواندن این سوره الحمدلله رب العالمین چقدر وقت میگیره همین رو کم حفظیم استاد <تصفح> شنیدن اون شنیدن یه عبادت دیگری است نگاه کردن عبادت است خواندن عبادت است شنیدن عبادت است تفکر عبادت است تعقل شبادت است اونها یک بحث دیگه است اما چون حالا فعلا محور صحبت ما زبان هست. زبان هست ما روی زبان تاکید داریم خواندنش سوره قل الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ رو تکرار کردن که وقتی نمیگیره این یک نمونه است یعنی ما باور بکنید روزها میشه که ما اگر خودمون رو عادت بدیم راحت سلامات فرستاد رسول الله صلی الله فرمود که سلامت. کسی که یک بار بر من درود بفرستاد بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد هم قد هم, هم تو نیاز نیست که کامل حالا من موخصا میداره ذکر درود هم باز این رسول الله علیه و فرمود کلمات ده تا درود بر او میفرستاد در روایت دیگر فهمید کسی که سلوات بخواند زیاد 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 بخواند غم او از بین می رود رزق و روزی او زیاد می شود گناه اون رو علی متعال می سه تا یعنی سه تا الله متعال دوباره سلوات بفرسته بر شخص این اینها با چیز، با چی کس میشه با زبان درست نیاز نیست که آدم حتما بگه اللهم صل علی محمد در جمع نشسته باشم تا آرام بنام همین که زبان حرکت میکنه در داخل دهان و جالب است که مثلا ذکر لا اله الا الله طوری است یک یک لطافتی در این ذکر لا اله الا الله است که وقتی شما میگه لا اله الا الله لب شما اصلا تکان نمی که کسی متوجه نمیشه شما اگه لا اله الا الله بگید در سکوت کامل شما اصلا الان تکرار کنید لا اله بدون اینکه لب یعنی لب ها نقشی نداره در خواندن لا اله الا الله زبان مطلق است یعنی تنها عبادت از اون از اون است که فقط زبان اون رو ادا میکنه و اینها ذکر عبادت تلاوت دعا انسان دعا میکنه با زبان دعا میکنه اگرچه دعای قلبی هم میشود دعا نیاز نیست حتما با زبان بلند باشد ولی بهتر است که ذکر با زبان تلاوت و ذکر باید با زبان باشد که انسان زبانش تکان بخورد دقیق و خصوصا در نماز وقتی کسی میخوان بعضی در نماز تو سکوت نشستن ذهنی میخوان نه زبان باید حرکت بکن زبان باید حرکت بکن و شهادت لا اله الا الله اصلا ما چطور مسلمان میشیم یک کافر چطور مسلمان میشود با زبان خب گفتن اشهد ان الله اله الا الله و محمد عبد رسول با زبان میگوید همه اینها زبان زبان برای ما یک مجموعه عظیمی از از دعا تلاوت رو می بعد از اینها که اینها عبادت که داخل انسان برای خودش انجام میده فردی زبان ما علاوه بر این ما در قرآن کریم می لا خیر فی کثیر من نجوه بسیار از این در گوشی صحبت کردن ها با هم نشستن ها هیچ خیری درش نیست در بسیار از اینا هیچ خیری نیست الا من امر به معروف مگر اینکه کسی امر معروف بکنن او صدقت کار خیری رو صدقی هم تشویق به صدقی باشد او اصلاح بین الناس دارست. یا اصلاح بین مردم باشد ما الان امر معروف خود همین امر معروف که انسان دیگران رو به کار خیلی دعوت بکنه دارست. تشویق بکنه ترغیب بکنه نشر و پخش بکنه یا دادن علم به دیگران درست. معلمی که به دیگران یک چیزی یاد میدهد معلم مردم معلم الناس نسل خیر رسول الله فرمود که کسی که به دیگران یک خیر یاد میدهد این معلم ماهی های دریا ها هم برای اودای خیر میکنند معلم معلمی معلم یک انسان وظیفه بسیار معلمی وظیفه عظیم است یک وظیفه مبارک است یک شغل مبارک است و زبان معلم وقتی به زبان میآید تربیت میکنه زبان معلم انسان امر معروف میکنه نهی از منکر میکنه انسان دیگران رو دعوت به کار خیر امر معروف نهی از منکر با زبان است و گرچه با قلبم می شود بالاخره با دستم می شود مراحلی داره امر معروف نهی از منکر و, و رسول فهمون هر کسی که می تواند جلوی امر معروف نهی از منکر رو جلوی منکر رو بگیره کسی منکر دید با دست جلویش رو بگیره که وظیفه ولات امور است و صاحبان امر و بعد فهمود که یا با زبانش درست. زبان امر معروف نه از منکر به دیگران خیر رساندن این یک عبادت است یک عبادت بسیار بزرگ است و دیگر اصلاح بین مردم چقدر می تواند زبان سبب ایجاد صلح و آرامش و دوستی و محبت بین کسانی بشود که از هم گسیخته دور شده با هم مشکلی پیدا کردن با یک زبان خصوصا کسانی که خدا به زبانی داده است درست. زبان شیوایی داده زبان بلیغی داده زبان فصیحی داده وظیفه ای این هاست که از این زبان در راه درست استفاده بکنن زبان مثلا قرآن خواندن با صدای زیبایی کسی میخوانه هنجره زیبایی هم داره تلاوتی میکنه دعوت امر معروف نه از منکر کسانی که خداوند به اونها استعداد داده وظیفه آنها هر مسلمان و مسلمانی باید امر معروف نه از منکر بکنه مردم رو تشویق بکنه از این زبان ها باید استفاده بکنه خصوصا الان که در این صفحات اجتماعی میشه یک انسان کلیپی رو پخش بکنه و پخش میشه و هزاران نفر میلیون ها نفر میبینن و استفاده میکنن درست این،, این زبان است، سرمایه گذاری هست یا نیست این سرمایه گذاری است و سوابش به ما میرسه و در اصلاح بین مردم یک رسول الله و سی... کلمت و طیبت سی... بله. یک کلمه خوب یک چیزی که سبب خوشحال کردن دیگران بشود یک دلداری یک همدردی یک ابراز محبت برای جایی که انسان کسی نیاز محبت دارد یک دفع یک احساس بدی از فرد یک کسی انسان بیاد او رو شما درش رو آرام بکنی خوشحال بکنی او رو خبر خوشی به او بده این همه زبان است نشست. چقدر میتونه زبان مفید باشه چقدر میتونه دوستی بیاورد چقدر میتونه محبت بیاورد چقدر میتونه خوشحال بکنه چقدر میتونه که احترام بگذاره و خیلی. تعریف از یک کسی تمجید یک کسی دلداری به یک کسی همین رو زبان داره انجام میده یعنی زبان یک عضو عجیب و غریبی هست، یک یک شمشیر دولب است که انسان به شکل مختلفی میتونه از این استفاده بکنه اصلاح بین مردم دعوت امر معروف نه از مکر دفاع از حق زبان وقتی که بلند میشه زبان برای دفاع از مظلوم صدا بلند میکنه برای دفاع ایستادن در مقابل ظالم برای گرفتن حق مظلوم برای پاسپاس گرفتن حق مظلوم این زبان است که به فریاد می آید زبان اینجا کار میکنه و زبان حرکت میکنه و زبان تلاش میکنه و باید این کار را بکنه دفاع از حق ترویج جلوگیری از باطل مبارزه با باطل دفع شبهات شبهاتی که برای دین است برای اعتقاد است برای باور است همه اینها رو که انجام میده زبان, زبان انجام درست همه اینها یعنی اینها انسان این اهمیت اینها رو درک بکنه و بعد زبان رو انسان وقتی میخواد صحبت بکنه در بحث حکمت لازم است درد لازم هست علم. خوش زبانی لازم است تسلط به زبان لازم است و من من می ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه رسول الله ما میفهمند ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر با زبان خودشان, خودشان. خصوصا هم زبانان ما یعنی هر کسی نسبت به کسانی که هم زبان او هستند مسئول است و زبانی که ما مسلط تر هستیم اگر کسی دو زبان سه زبان چهار زبان پنج زبان بلد است خب اون بهتر و اینها مختصری بود از آنچه که ما می توانیم زبان خود رو به نه بحثن استفاده بکنیم یعنی من وقتی می خواهم حرفی بزنم ببینم که این حرفی که می زنم هدف من چیست نیت من چیست فایده ای این حرف برای من چیست و هج پاداشی برای من دارد یا ندارد در پرونده اعمال من وقتی نوشته می شود فردا من چه پاسخی خواهم داد درباره این حرفم این رو باید فکر بکنیم تو نیست دنیا بدون حساب کتاب باشه ما هر چی و دیگه اینها ننوشته بشه و نه به کسی بر بخوره نه <applause> این مختصری است اولی آنجا که شما فرمودید چگونه از زبانمون درست استفاده بکنیم صد نقطه ارتباط زبان با اخلاق خوب یا اخلاق بد اگر ارتباط باشه چگونه اگر ارتباط داره اخلاق زبان انسان با زبان 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 یک بسیاری از اخلاقی خودش رو در زبان نشان میده درست یعنی بسیاری از صفات خوب اخلاقی در زبان نهفته است همونطور که اگر این زبان از مسیر خارج شد و به بیراه رفت بسیاری از صفات بد اخلاقی رو زبان مرتکب میشه باز یعنی اونقدری که گناه انجام میده زبان شاید هیچ عضوی در بدن نتواند که این گناهان رو انجام بده و اونقدر که عبادت میکنه زبان شاید کمتر عضوی در بدن بتواند تاند انقدر عبادت بکنه مگر اینکه قلب باشه چون اون صداقت قلب اخلاص قلبی ایمان توکل اعتقاد اون بالاخره نیروی قویس و در وجود ما خود قلب هم از لحاظ جسمی هم قوی تر و مهمتر از زبان است در روح هم قلب و لطافت قلب و صداقت قلب و صفای قلب هیچ چیزی با او برابری نمیکنه و اعتقاد خالص و توکل و ایمان قوی که در قلب شروع میشه و بالاخره خودش رو نشان میده در اعضا و جواره ما و این موضوع اخلاق کسی که زبان کنترل شده دقیقی و تحت مراقبتی ندارد امکان ندارد انسان خوش اخلاقی باشد ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با, اینا با هم دارن زبان و اخلاق و زبان سخنگوی بدن است زبان سخنگوی روح است اخلاق همون جمع خلق یعنی صفات روحی رو میگیم اخلاق دیگه بله یعنی سیرت ماست خلق ظاهر ماست و صورت ماست اخلاق همون خلق روح ما و سیرت ماست نماینده اون چی است زبان است زبان نماینده اخلاق است مثلا اخلاق خوب زبان خوب دارد زبان خوب نشان از اخلاق خوب است و زبان بعد باز نشان از زبان اخلاق بد دارد. این فایده های زبان است اگر ما این زبان رو مدیریت کردیم و کنترل کردیم دارد. زبان یک سلاح است این سلاح رو وقتی انسان در مقابل بگیری استفاده میکنی اما اگه به سمت خودت گرفتی موقع خودت رو میزنی از ضررهایی که با زبان دارد ما اینجایی که ما اشاره کردیم به برخی از خوبی ها فواید و فایده های زبان این زبان اگر کنترل نشد این زبان اگر کنترل نشد و شروع کرد به گفتن و حرف زدن هر آن چیزی که درش میخواهد مراقع هم به خود هم به خود ضرر میزنه هم به اطرافیان خود ضرر خواهد زد هم به جامعه ضرر خواهد زد و بزرگترین گناهانی رو که ما میبینیم از کفر از شرک از بیان جملات کفری و شرکی ما اینها رو در زبان میبینیم یعنی زبان تو چیز مهم است یعنی ای تو توانایی داره که هم به خود هم به شخص مقابل و هم به جامعه ضرر رسانده میتونه بله ما وقتی که یک نفر می آید مثلا بله یک نفر به عنوان سخنچین مثلا دارست. نمام در عربی بهش میگن نمام سخنچین سخنچین رسول الله فرمود کسی که سخنچین است وارد جنت نمی شود است. این انسان حتی اگر مسلمان باشه یعنی به معنای این است که بسیار خطرناک است یعنی کار خطرناکی دارد میکند درست یعنی اینکه این مستقیم وارد جنت نمیشد اگه مسلمانی باشه و گناه گناهکار کرده باشه خب میره بعد به دوزخ خب میسوزه دوباره خارج خواهد شد در پایان اما به این معناست که بسیار گناه بزرگ است سخنچین و این سخنچین چیکار میکنه یک نفری که سخن ایراد کسی میشینه و این رو عوض میکنه و به دروغ میره بعد پیش کسی دیگری میگه یا همون سخن رو سخن درستی است حالا من با شما نشستم یک حرفی بیشه ما و شما رد بدن میشه درست نمیخوام که این برقی خبر بشن از این حرف معامله کردیم حالا رابطه بوده هر چیزی سلام هست قراردادی هست دیگران خبر بشن ناراحت میشن آقا شما مثلا چرا با هم برفتی با رفتی با فلان قرارداد بست مثلا مم. مم. اون خبر میشه میره با, با فلان میگه آها یک چیزی به شما بگم فلانی کار کرد فلانی کار کرد کار کرد سخن یکی از گناهان بزرگ و خطرناکی است که سبب ایجاد اختلاف تفرقه دشمنی و ایجاد یک 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 در جامعه میشه سخن چینی تهمت مثلا تهمت بله یک کسی راحت میشینه میگه فلانی بله کن فلانی را یعنی تو را دستش کجه چشمش کجه این آدم اینطوری من فرانجا دیدم تهمت میزن دروغ میگه بل. حتی وقتی بهش میگی ما خب چرا این کار میگم من راست میگم اگر راست بگی هم که باز غیبت کردیم خود غیبت مثلا قرآن کریم درباره غیبت وقتی صحبت میفهمد. که غیبت نزن غیبت نکنید میفهمد ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا میفهمد انقدر بد است به غیبت کردن انگار که انسان گوشت جنازه برادر مرده خود را میخورد و خود و من تشبیه کرد در غیبت رو به خوردن گوشت جنازه چون وقتی که انسان غیبت میکنه غیبت از غیب میاد یعنی در غیاب کسی در پشت سر کسی درست. انسان حرفی میزنه که اون نیست تا دفاع کند از خود مثل مرده ای که حق دفاع نمیتواند از خود دفاع کند شما گوشت خوردن گوشت مرده چون نمیتواند دفاع کند یک جنایت هست درست. و گفتن همون حقیقت حتی در غیبت در تعریف غیبت نیست که انسان دروغی به نسبت بده فرد همین که انسان یک چیزی رو رسول الله فرمود که شما یک چیزی رو که برادر شما ناپسند میداند یک عیبی در او هست یک یک صفتی در او هست که دوست نداره شما این رو جایی بگید دوست ندارد این رو شما جای دیگری گفتید غیبت است همون حقیقت رو گفتنش غیبت است اگر دروغ گفته باشه شخص که یک جمله بدتر بزرگتر داره تهمت غیبت یکی از گناهان زبان است که چه گناهی وسار خطرناک است غیبت تهمت یکی از گناهان زبان است دروغ کذب <applause> دروغ یکی از گناه گناهانی است که یعنی در قرآن کریم در مورد تعالی فرموده جل لعنت الله علی الکاذب لعنت الله بر دروغ <تصفيق> <تصفيق> الله متعال دروغ یک صفت بسیار بسیار زشتی است که نه تنها مسلمانان قبل از اسلام دشمنان رسول الله علیه و السلام ابو جهل و ابو لهبی و کسانی که در میدان جنگ با رسول الله می‌جنگیدند هم دروغ نمی‌گفتند دوستان داشتن دروغ رو. گفتن در شأن یک مرد نیست که دروغ بگوید چیزی که متاسفانه الان مثل نقل و نبات ریخته در دیوار یعنی الان <applause> میگن این زرنگ این اسمش رو گذاشتن زرنگی دروغ را دروغ رو اسمش رو گذاشتن زرنگی آدم اینقدر آدم زرنگی است که فلانی رو با چهار تا کلام حرف قانع میکنه اون رو راضی میکنه با دروغ دروغ زشت است عیب است رسول الله علیه و سلام فرمود که کسی که دروغ را ترک کند ولو به مزاح با شوخی حتی شوخی حتی شوخی من خانه‌ای در وسط جنت برای او برای او ضمانت میکنم برای کسی که دروغ را ولو به شوخی یعنی دروغ انقدر بد است که حتی شوخی او را هم رسول الله علیه سات و السلام نپسندید حتی شوخی کردنش هم دروغی که گناهان زبان است گناه بسیار بزرگ است دروغ غیبت تهمت فوش و ناسزا بد زبانی در شب یک انسان مسلمان نیست که زبانش به فحش و ناسزا فحش بده متاسفانه در خیابان بعض وقت میشه این زبانی میشه زنده و مرده فلانی را از قبل در میاره و این این چیزها این این بد زبانی این زشت است قرآن کریم میفرماید قل لعبادی یقول التي هي احسن و بندگان من بگو که بهترین جملات رو انتخاب کن دلست. بهترین کلمات رو که این شیطان ینزق و بینهم شیطان از این زبان بر علیه ما استفاده میکنه چه دشمنی هایی که ایجاد نکرده زبان چه کینه هایی که ایجاد نکرده زبان دیدنش. و فوش دادن تومت زدن غیبت کردن دروغ گفتن تحقیر کردن مسخره کردن دیگران سرکوفت زدن اهانت کردن همین با زبان است مثلا به طریق شوخی گفتین من این نبت... <applause> حتی در شوخی کردن ها ما متاسفانه در شوخی های ما. در شوخی ها محفلهایی که ما داریم شوخی می خیلی وقتا متاسفانه محفل های ما آمیخته از گناهان زبان چیزی که در محافل ما بسیار زیاد است متاسفانه آدم ش... آدم تعجب میکنه بعضی میگن غیبت در محفل نباشه نمیچسبه یعنی چی یعنی انسان مسلمان مثل این است که خدای نکرده انسان بگه سر سفره انسان مسلمان بگه سر سفره ما شراب نباشه این غذا ما نمیچسب یک انسان مسلمان همچین حرفی بزنه شما چی میگید بش اگر بگه سر سفره من گوشت و خوک نباشه اصلا نمیچسبه به من شراب نباشه اصلا نمیچسبه به من در محفل مسلمان غیبت غیبت چه بلای سر انسان در می آورد گناهان انسان رو گناهان کسی که غیبت میکنه این رو میشورد یا عبادت های ما رو ثبت میشه ما فکر میکنیم فلانی نیست که نمیشنود الله که میشنود الله که ثبت میکند الله که ضبط الله روز قیامت میگه تو فلانی رو پشت سرش غیبت کردی حالا پاسخ بده او رو خبر میکنه او خبر خواهد شد به ما هم خوا... خواهند گفت که فلانی در فلان پشت سر تو غیبت کرده بود حقی داری برگردن و او از او بگیر به دیگران هم خواهند گفت که فلانی از دست تو غیبت کرد فلان جا فلان جا. اینا همه محفوظ است بایگانی آرشیو خواهد شد همه اینها روز قیامت از یک دیگر بعد حساب کتاب همه اینا طلبکارا میان رسول الله صلی علیه و فرمود که در جمع صحابه یک روز جایی میدونید که مفلس کیست گفتن <تصحصف> <تصحصف> یا رسول الله مفلس نزد ما کسی است که در و دیناری ندارد فقیر درست <تصحصف> رسول الله فرمود نه مفلس حقیقی کسی است که روز قیامت می آید عبادت هم دارد نماز هم دارد روزه هم دارد زکات هم دارد حج هم دارد اما طلبکاران می آیند این رو فوشی داده است عبادت او رو میگیرد اون رو ضربه زده است عبادت این رو میگیرد این رو تهمتی زده عبادت او رو میگیرد او رو ظلم می کرده. عبادت ای رو میگیرد همه می آیند های این رو به خاطر گناهانی که این در حق آن انجام شده و بسیاری از آن گناهان زبان است نرست میبرند و هیچ چیزی برای این ماند. حقیقت مفقیر حقیقی کسی که عبادت خود را مفت مفت به دیگران می‌بخشد. خود را به این زبان این زبان این زبان اگر کنترل نشد تمام تراش های تمام اعضا را بر میدهد بخاطر خاطر چی همون حدیث رسول الله فرمود بعد صبح اعضای بدن به زبان میگن زبان جان خواهش میکنیم کنترل کن خودت را چیزی نگی که ما را در بدار بکنیم استاد یک پا که یک تفکر بر ما پیش می که زبان اراده جدا از مغز و قلب داره زبان اراده ندارد. ما زبان یک است که سخنگوی مغز است. بیرست. مشکل در مغز ماست. مشکل در تفکر ماست. مشکل در این است که من هنوز به این یقین کامل نرسیدم. حقیقت موضوع رو نفهمیدم که این کلمات باید بازخواست می شود این کلمات اینا گناه است. غیبت جرم است، قیمت به ضرر من است، دروغ به ضرر من است. تهمت به ضرر من است. اینا رو من هنوز نفهمیدم شکستن دل دیگران با زبان به ضرر من است من درباره دیگران امر به منکر ضرر من است گفتن کفریات گفتن شرکیات متاسفانه در همین شوخی که شما اشاره فرمودید ما بعضی وقتا محفل داریم که شوخی صحبت میکنن طرف شوخی میکنه در شوخی کنیم ما شوخی میکنیم دیگه بله الله و دین و پیغمبر و آیات و قرآن و روزخ و بهشت و جوک درست کردن درباره بهشت جوک درست کردن درباره دوزخ شوخی کردن با آیات قرآن کریم اینها در حد کفر است در, در زمان رسول الله علیه و, و ادی ادی از منافقین که دای اسلام داشتن آمدن جمله گفتن در غزوه تبوک بازگشت است تبوک گفتن از قاریان قرآن ما شکم بزرگتر شکمیتر یعنی پرخورتر تنبلتر نیست اصلا قاریان قرآن رو از خلق کردن و آیات قرآن نادر شد که از گناه ها اگر بپرسی که چرا این حرف رو زدی میگن این نمکن نخوض و نلعب ما شوخی میکردیم ولو هدف خاصی نداشتیم ولی منطور فهمت قل اب و آیاته و رسوله کنتم تستهزون لا تعتذر شما به الله و آیاتش و پیامبرش شروع میکنید دیگه هیچ چیزی دیگه نیافتید فقط باید به با اهل دین فقط باید با قرآن با حدیث با به قیامت با اعتقادات با عبادات با ملائکه و شوخی بکنید چیز دیگری برای شوخی کردن نیافتید هیچ عذری پیشه نکنید قد کفرتون بعد ایمان کن است. کافر شدید شوخی با آیات قرآن کریم شوخی با احادیث رسول الله شوخی با اعتقادات شوخی با ذات ادای متعال نهوز بالله برخی چنان جرأت میکنن یکی از بزرگترین گناهان زبان این است که چیزی رو به الله نسبت بده انسان که الله نگفته است و چیزی رو به رسول الله علیه و سلام فرمود نسبت بده که نگفته است رسول الله فرمود کسی که به دروغ و من چیزی نسبت دهد که من نگفتم و میداند که من نگفتم بگو رسول الله گفته حدیث رسول الله است و میداند که حدیث من نیست جایگاه خود را در دوزخ آماده کند و قرآن کریم میفرماید کیست دروغگوتر از کسانی که افتار علی الله کذبا به دروغ میگاد الله تعالی گفته کجا گفتم هم دایتا همچین نفر نگفته وقتی که من پشت سر شما حرف رو بزنم بگم آقا برادر ماجیب این حرف رو زده شما فردا نمیگید من که چه حرفی رو زدم نیکو. وقتی کسی به الله متعال چیزی رو نسبت بده الله متعال گفته این در حدیث است این در قرآن است اینها این کلمات کلماتی که به این شکل یعنی درباره الله درباره دین شوخی کردن چه نیازی هست چه نیازی است که ما بیایم درباره مقدسات شوخی بکنیم درباره اعتقادات شوخی بکنیم بعضا میگن که فلانی خداوند به این گفته فلانی خدا به اون گفته که خدا اینو بخشیده خدا به این, این کار کرده این که روز قیامت ملک الموت با ملک الموت شوخی میکنه ملک الموت کسی است که با او بشه شوخی کرد ملک الموت رو کسی با شوخی میکنه اخه اینها شو خط سرخ های بسیار خطرناک شوخی های خودمون رو مواظب باشه رسول الله علیه و آله فرمود حتی به شوخی دروغ نگویید من بهش رو برای شما ضمانت میکنم کنترل این زبان خانه در وسط بهشت در حدیث خواندم خدمتتون فرمود که پایین ترین درجه بهشت در بای پایین بهشت برای کسی که جدال نکند من خانه زمانت میکنم در وسط بهشت برای کسی که دروغ را ولو به ترک کند و در بالای بهشت کسی که اخلاق او خوب باشد زبان از جمله وسایلی است که اگر کنترل نشد دارست. بسیاری از زبان ها اینها خصوصا باست تاکید میکنم غیبت تهمت دروغ و از موارد دیگری که هست تحقیر, تحقیر، اهانت گستاخی شکستن قلب مردم یک کلمه رسول الله علیه و احیانا انسان صحبتی می کند در رضایت الله متعال که اصلا فکر نمی کند که این کلمه انقدر نزد الله محبوب باشد و او را چنان پیش الله متعال محبوب می کند و رضایت الله متعال را تا قیامت برای او جلب می کند و در مقابل انسان بعضی وقتها کلمه می گوید که گمان نمی کند این کلمه خشم الهی را برانگیزد و چنان خشم الهی را برای او به می آورد که تا روز قیامت در لیمت از او خشم گنه است یک کلمه و در روایت دیگری فرمود انسان یک کلمه می گوید بعضی وقتا با عمق فاصله مشرق تا مغرب به قرد دوزخ می افتد خاطر همین یک کلمه که گفته است این کلماتی که ما می گوییم به حساب کتاب دارد زبان را باید کنترل کرد زبانمان را باید مدیریت بکنیم نقاط ضعف و قوتش رو بشناسیم فایده های او رو درک بکنیم در چه زمینه باید سرمایه گذاری بشود در جاهای بعد از او استفاده نکنیم کنترل بکنیم چیزی به اسم دروغ بلا و در زندگی ما نباشد تحقیر، توهین، تهمت، غیبت، غیبت و دروغ خصوصا این دوتا و خصوصا غیبت متاسفانه در معافی که ما می و می همیشه در باری درباره در دوستان، در باری فلانی، درباره فلانی, فلانی؟, فلانی و می برای خندیدن ما والا این چیزا ارزش خندیدن ندارد باید اصلاح بکنیم باید تجدید بکنیم محفره خودمون انقدر صحبت برای شوخی برای خنده سرگرمی های مناسب سرگرمی های سالم شوخی های سالم انقدر هست نیاز نیست که ما با غیبت دیگران بخندیم با تهمت و دیگران بخندیم با تأخیر دیگران بخندیم استفاده از ضعف مردم و با خدای نکرده بریم در مباحث دینی و مواردی که من حالا اجارتا اشاره کردم با سرعت درباره مواردی است که بعد مواظب باشیم تا زبانمان را استاد ما مطمئن بعضی از کسایی که کلیپ خود دیدن اداره خود کردن کمی شوخی هم بر ما مانده بود همه را از ما میگیرید استاد خرید یک چند مثال از شوخی که نوع درستش باشه اگر بر ما بدید ببینید در شوخی ها ما اگر بخوایم مثال بزنیم خب یک قاعده بگوییم بهتر است تا مثال بزنیم قایده اصل این است که هر شوخی که در او اهانتی به اعتقادات نیست خدا و پیغمبر و دین و قیامت این چیزا نیست دلست. دوم در اون شوخی توهین به یک قوم خاص به یک طایفه خاص به یک شخص خاصی نیست بعضی شوخی ما اینطور فلانی گفت فلان قوم فلان طایفه متاسفانه این چیزا در جوکا هست درست. و ذکر یک فرد خاصی که حالا چه بشناسیم یا نشناسیم نیست حالا مثلا یک فردی میتونه بدون ذکر نام یک اتفاقی افتاده یک خاطری افتاده برای یک فردی بگی یک فردی از دوستان حالا نیاز بگی نیاز نیست که حتما من بگم که مجید مثلا اسم جد. شما رو بیارم مثلا برای شما یک اتفاق جای با هم میرفتیم یک اتفاقی افتاده به حالت جالبی است شوخی مانند است من ذکر بکنم نیاز نیست که اسم بگیریم نیاز نیست که معرفی بکنیم. میگیم یکی از دوستان رفته بود فرانجا. این اینطور گفته بود اونا اینطور گفته بودن این اینطور شنیده بود اینها مواردی هست که نه در غیبت داخل می شود چیزی که غیبت در او باشد تهمت در او باشد اهانت باشد گستاخی باشد توهین به قوم باشد زیر سوال بردن یک قشر خاصی باشد و زیر سوال بردن بحث اعتقادی باشد اینها مطلقا حرام است نباید داخل بشید. ما متاسفانه بعضی وقتها صحبت هایی که میشه دوستان میگن خب حالا یک چیزی مانده بود این 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 حقیقت نیست ما در ازدواج ها هم مثلا میگم آقا شب عروسی شب های ازدواج رقص و پایکوبی و شراب و فلان فلان میگن یک شب است که بیشتر نیست شب اول زندگی رو شما با فسق و فجور شروع بکنید ازدواجی که خودش عبادت است عبادت رو شما با گناه شروع بکنید شما میشه که نماز بخونید وقت نماز بگید خب یک آهنگ اینجا شروع بکنم وقت نماز هست بهتری داشته باشم میشه نخیر شما میشه وقت سحری بگید آقا وقت سحری همون تبلر هم بیار یک بطری شرابی هم بیار که ما بخوایم روزه بگیریم میشه عبادت رو شما با فسق و فجور قاطی بکنید نخیر ازدواج یک عبادت هست نیست محفل ازدواج یک عبادت هست یا نیست ارز. چطور میشه یک محفل ازدواج من،, من عبادت رو با فسق و فجور قاطی بکنم مفاهیم رو وارونه فهمیدن این است به والله بس صحابه شوخی میکردن صحابه با هم دیگر میخندیدن صحابه هم با هم دیگر شوخی داشتن صحابه هم با هم دیگر بگو بخند داشتن خیلی هست حالا فرض نیست اگر باز فرصتی شد ما شما یک روزی کلا در این باره صحبت بکنیم شوخی و درباره شوخی ها و درباره تفریحات سالم قاعده ها رو دقت بکنیم یک دنیا هست یعنی مثلا حرام هایی که خداوند بر ما حرام کرده چند تا هست انگوش شمار است از بین کل نوشیدنی هایی که حرام شده چند تا نوشیدنی حرام شد از بین خوردنی ها چند تا برای ما حرام شده بقیه هر چیز حلال است در شوخی ها هم چند تا محدود است غیبت نکن آقا تهمت نزن اهانت نکن تحقیر نکن اهانت به خدا و پیغمبر و دین اعتقاد باور نکن بعد از این در این چیزها هر چیز دیگری مجانش باز است سرگرمی های سالم است صحبت های سالم است و این موارد مواظب باشیم که زبان ما نشود که سر سبز ما را برباد بدهد و کنترل بکنیم با این زبان ما میتوانیم برای خود عبادت های بسیار بسیار زیادی کسب بکنیم و همین زبان هم اگر خدای نکرد مدیریت نشد در به در کرد ما را. و روز خیامت نشود که برویم و ببینیم که تمام عبادت ما را این و آن به خاطر غیبتشان به خاطر تومتی که بزدیم داری که شکستیم از ما بگیرن که فقیر حقیقی نشاییم در روز نهت. قیامت خیلی تشکر استاد برکم. بس خیلی جالب و خیلی مفید بود من نظر این تشکر استاد از سلامت عزیزان گرامی و بینندگان محترمین بود یکی از برنامه های دیگر لحظه های آسمانی تا دیدار بعد تا یک برنامه بعد یک مهمان جدید و یک موضوع جدید شما را به الله آسمان و زمین بسپارم ایام خوش و خوب و و رمضان خوب و خوش داشته باشید خدا